پس از آن که مجلس نمایندگان سند بودجه 1400 را به علت غیر متوازن بودن و نیز افزود پولهای هنگفت در کدهای احتیاطی رد کرد، اما این سند پس از تایید کابینه بار دیگر به این مجلس فرستاده شده است. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که حکومت تلاش دارد تا با افزود پولهای میلیاردی در کدهای احتیاطی تصویب بودجه را بالای مجلس تحمیل نماید و این کار گرفتن صلاحیت مجلس از سوی حکومت است. در استبدادی که ما کود 21 تا 25 است و حساباتش میلیاردی است، او را سر ما تحمیل باید کرد؟ نه. یکسانسازی معاشات کارمندان پایین رتبه حکومت از خواستهای دیگر اعضای مجلس است که خواستار عملی شدن آن در بودجه 1400 است و این موضوع مصوبه مجلس شده است. بحث ازدیاد معاشات مهمترین پروژه برای همه وکلا باشد، چون متاسفانه این پروژه هایی که در طول سالها انجام شده منفعتش آنقدر زیاد نبوده که همه مردم مستفید بشن. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان میگوید که متوازن سازی معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی به شمول معلمین و سربازان خط سرخ این مجلس است و در صورت رعایت انکشاف متوازن بودجه تصویب خواهد شد. بودجه ملی سند است که هر گونه تصمیم در رابطه با آن از اصالت های ولسی جرگه است. ولسی جرگه در این تصمیم گیری کاملا مستقل بوده و هیچ گونه فشار و تهدید را نمیپذیرد. یکسانسازی معاشات خط سرخ خانه ملت میباشد. تا زمانی که حکومت به این خواست بر حق مامورین، معلمین، سربازان، افسران، اجیران و غیره تمکین ننماید، بودجه به تصویب نخواهد رسید. اما وزارت مالیه میگوید که مجلس نمایندگان صلاحیت ندارد تا طرح مالی بسازد و آن را تصویب کند. هر طرح چه در پارلمان لخوانه په مالی موارد و بند جوری که اغا قانون اندوی نشه که اونه چه خپل طرح جوره که او خپل تصویب که. این گفته ها در حال ابراز می شوند که اعضای مجلس نمایندگان می گویند که تعدیل، تصویب و ایزاد در سند بودجه از صلاحیت های اختصاصی مجلس نمایندگان بر بنیاد قانون است و حکومت نمی تواند این صلاحیت های قانونی مجلس را نادیده بگیرد.